سرخط خبرها. موشک‌های نقطه‌زن برای جان تل‌آویو. بی‌ارزش شدن تجهیزات نظامی میلیون دلاری آمریکا در اوکراین. هشدار آژانس در مورد وقوع فاجعه هسته‌ای. و آغاز حملات سنگین ناوگان روسیه از دریای سیاه. مشروح اخبار. موشک‌های نقطه‌زن برای جان تل‌آویو. خبرگزاری مهر گروه بین الملل. ناکامی گنبد آهنین به عنوان فخر صنایع نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در مقابله با موشک‌های مقاومت که روز سه‌شنبه گذشته به سمت شهرک‌های صهیونیست نشین در اطراف غزه شلیک شد، درخواست‌ها برای گشودن تحقیق درباره دلیل ناکامی را باز کرده است. موشک‌های دقیقی از غزه شلیک شد و توانست از سامانه گنبد آهنین عبور کند. رادیو صدای جنوب رژیم صهیونیستی اعلام کرد باید علل شکست گنبد آهنین در رهگیری دو موشک به سمت سدیروت مشخص شود. آیا ناکامی بود است یا آن را از کار انداختند؟ این سامانه دفاع موشکی ضعیف‌ترین عملکرد خود را نشان داده است و در رهگیری بیشتر موشک‌های شلیک شده از غزه ظرف 20 سال گذشته ناکام مانده است. بی‌ارزش شدن تجهیزات نظامی میلیون دلاری آمریکا در اوکراین. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، علی‌رغم تبلیغات دولت آمریکا روی اهدای سامانه‌های توپخانه موشکی با تحرک بالا موسوم به هیمارس به اوکراین، اما گفته می‌شود روسیه توانسته این سامانه‌ها را بی‌اثر کند. شبکه CNN بامداد یکشنبه گزارش داد که ارتش روسیه با استفاده از روش‌های جنگ الکترونیک و پارازیت توانسته موشک‌های سامانه‌های هیمارس را از مسیر خارج کند. این شبکه به نقل از 5 منبع مطلع آمریکایی، انگلیسی و اوکراینی گفت اقدامات روسیه در جنگ الکترونیک باعث شده که مهمات هدایت شونده با GPS به طور فزاینده این ناکارآمد شوند. بر این اساس یک اپراتور پهپادهای اوکراینی ضمن مهم توصیف کردن اقدام روسیه در ایجاد اختلال در کار سامانه‌های هیمارس گفت چنین چیزی را تا قبل از ماه نوامبر سال گذشته ندیده بود. یکی از مقامات پنتاگون نیز به CNN گفت که تلاش جهت یافتن راه‌های جدید برای مقابله با اقدامات روسیه در از مسیر خارج کردن موشک‌ها مانند یک بازی دائمی موش و گربه است. هشدار آژانس در مورد وقوع فاجعه هسته‌ای. به گزارش ایرنا به نقل از تاس، گروسی شنبه شب گفت اوضاع در حوالی نیروگاه برق هسته‌ای ژاپوریژیا به طرز فزاینده‌ای غیر قابل پیش‌بینی و بالقوه خطرناک شده است. وی افزود من به شدت نگران ایمنی هسته‌ای و خطرات امنیتی پیش روی این نیروگاه هستم. گروسی اظهار کرد که کارشناسان آژانس در این نیروگاه همچنان صدای گلوله باران در اطراف آن را می‌شنوند. وی تاکید کرد این تأسیسات هسته‌ای بزرگ باید محافظت شود. من به تلاش برای اعمال فشار بر همه طرف‌ها برای دستیابی به این هدف حیاتی ادامه می‌دهم. گروسی افزود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هر کاری انجام می‌دهد تا به تضمین ایمنی و امنیت نیروگاه کمک کند. و آغاز حملات سنگین ناوگان روسیه از دریای سیاه. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، رسانه‌های محلی از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار حمله هوایی در مناطق جنوبی و جنوب شرقی اوکراین در بامداد یکشنبه خبر می‌دهند. گفته می‌شود در شهرهای دنیپرو، خرسون و میکولایف صدای متناوب انفجارهای مهیب به گوش رسیده و سامانه‌های پدافند هوایی نیز فعال شدند. مقام‌های اوکراینی مدعی هستند که روسیه با ناوگان خود در دریای سیاه، میکولایف و دیگر مناطق جنوبی این کشور را موشکباران کرده است. شهردار میکولایف دقایقی بعد خبر داد پدافند هوایی ما پهپادهای روسی را سرنگون کرد و تهدید حملات موشکی و پهپادی همچنان ادامه دارد. فرماندهی عملیات جنوب اوکراین نیز گفت روسیه در شامگاه شنبه مواضع خود در دریای سیاه را با 4 ناو موشک انداز کالیبر تقویت کرده است.